صحبت‌های جالب توجه و مهم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در خصوص ترامپ و بایدن. همونجور که میدونید از روز انتخاباتی که ما گذشتیم ازش و در نهایت به انتخاب شدن دکتر مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انجامید، محمود احمدی نژاد هم تو این انتخابات شرکت کرد که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد و بعد از اون ما دیگه زیاد خبری از محمود احمدی نژاد نداشتیم، که بالاخره دیروز در یک ادعای جنجالی درباره ترامپ و بایدن به میدان برگشت که دقیق داریم با همدیگه بیانیه و مقاله‌ای که از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران منتشر شده رو با همدیگه بررسی کنیم. طرفدار کم نداشت محمود احمدی نژاد در این دوره، همونجور که دیدیم از روزی که خواست بره ثبت نام کنه برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، طرفداران و کسانی که خواهان محمود احمدی نژاد بودن از دم در خونش تا روزی تا جایی که خواست بره ثبت نام کنه همراهیش کردن و یه جورایی بهش انرژی دادن. صحبت‌هایی رو محمود احمدی نژاد روزها انجام داده بود و در نوع خودش حسابی جالب توجه بود. اما بیایم با هم دیگه بررسی کنیم که بعد از منتخب شدن دکتر مسعود پزشکیان، محمود احمدی نژاد در خصوص ترامپ و بایدن چی گفت. احمدی نژاد درباره انتخابات آمریکا گفت: فکر می‌کنم یک تغییر کلی در سیاست‌های بین‌المللی آمریکا داره اتفاق می‌افته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در گفتگوی با یک رسانه ترکی در پاسخ به این سوال که از نظر شما در انتخابات آمریکا ترامپ رای میاره یا بایدن، گفت: من الان اطلاعی ندارم ولی نمیخواهم وارد مسائل داخلی آمریکا بشم. من فکر میکنم یک تغییر کلی در سیاست‌های بین الملل آمریکا داره اتفاق میفته و این سیاست‌ها هم آدم خودش رو میخواد هم بقیه چیزا. فکر میکنم تغییراتی در آمریکا ایجاد میشه. وی در پاسخ به سوالی که گفتن از نظر شما با توجه به اینکه تغییرات و سیاست‌های آمریکا نسبت به منطقه تغییر پیدا خواهد کرد یا نه، گفت: بستگی به ما داره. اینکه ما چگونه این شرایط رو بشناسیم و سیاست‌های درست خودمون رو اخذ کنیم. این گونه نیست که یک کشوری اگرچه بزرگ و قدرتمند باشد، هر تصمیمی که بخواد واسه دنیا بگیرد و دنیا در مقابلش بی‌اعتنا باشد و باید پاسخگوی اعمال خودش باشه. طبیعتاً صحبت‌ها و اتفاقات مهمی بود که محمود احمدی نژاد از دیروز تا به الان انجام داده بود. میدونیم که محمود احمدی نژاد در سفری به ترکیه داشته، تصاویر مختلف و جنجالی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق بیرون اومده که باعث حاشیه و جلب توجه و وایرال شدن دوباره این نام محمود احمدی نژاد در فضای مجازی شده. با هم دیگه داریم میبینیم تکه‌ای از اتفاقات و عکس‌هایی که از دکتر محمود احمدی نژاد بیرون اومده و باعث این شده که حسابی حواشی پیرامونش زیاد بشه، که ما در ادامه اگر که خبری از محمود احمدی نژاد به دستمون برسه برای دوستانش منتشر میکنیم. اما اینها ویژه ترین اتفاقاتی بود که درباره محمود احمدی نژاد اتفاق افتاده. ایران روابط بسیار خوبی برقرار و من امیدوارم که این روابط هرچه بیشتر توسعه پیدا بکنه و تعمیق بشه و به الگویی برای روابط بین کشورها تبدیل بشه. در درگیری‌هایی که اخیراً پیش آمده، کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مسلمان خیلی پیشروی داشتند. از نظر شما برای اینکه این پیشروی ادامه پیدا کند چه اقداماتی باید انجام شود؟ همین توضیحات که من دادم فکر میکنم همه باید رعایت بکنند. ایران و ترکیه اگر با هم تصمیم بگیرن هیچ مشکلی در منطقه باقی نخواهد موند. و به نظرم در نهایت مجبور خواهیم شد که این کارو به طور کامل انجام بده. به نظر شما جنگ جهانی سوم ممکن است رخ بدهد؟ همه چی امکان داره، اما تجربیات و خاطرات بسیار تلخی که از دو جنگ در ذهن ملت‌ها و تصمیم گیران هست یه مانع بزرگ. البته همیشه یه عده جنگ طلب هستن، منافعشون در جنگه، اما من امیدوارم که اراده عاقلان بر اراده جنگ طلبان بچربه و هیچ وقت مشاهد جنگ جدیدی نباشه. بستگی داره به تصمیماتی که گرفته میشه. من امیدوارم که تصمیمات درستی بگیرن سیاستمدارا. به منفعت برخی کشورهای خاص اشاره فرمودید. آیا منظور شما کشورهای غربی است؟
ببینید ما باید تفکیک کنیم. مردم در کل دنیا صلح طلب میمونه، سیاستمدارها. سیاستمدارا هم دو دسته هستن. یه عده قلیلی هستن که منافعشون در جنگه. فکر میکنن که با جنگ میتونن منافع خودشونو تامین. اکثریت سیاستمداران دنبال رفاه و آسایش مردم خودشون هستن. بنابراین باید تلاش بکنیم اون سیاستمدارانی که دنبال صلح و آسایش هستن با هم پیوند بخورن، با هم اتحاد برقرار کنن و توطئه اون اقلیت رو خنثا کن. ما نمیتونیم یه مرزی در دنیا بذاریم بگیم اینا غربن اینا شرقن و هر کی تو غربه بده هر کی تو شرقه خوبه. مردم اروپا مردم خوبی هستن، اونا هم صلح و دوست دارن، امنیت و دوست دارن. مشکل از ناحیه مردم نیست. همین الان مردم اروپا با مردم کشورهای دیگه ارتباطات خوبی دارن. مشکل از اون اقلیت سیاستمدارانی هستش که منافعشون در درگیری و جنگ. اینقدر باید اینو تکرار بکنیم که اون اقلیت از صحنه سیاسی حذف بود. با ما همراه باشین، میخوام یه سری صحبت‌های دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. از جمله اتفاقات مهمی که از دیروز تا به الان و حول و حوش نهمین رئیس جمهور ایران اتفاق افتاد که بخوایم با هم دیگه بررسیش کنیم، صحبتی بود که درباره مسئولیت آینده مخبر ایجاد شده بود که به نظر میرسه تکذیب شد و دستیار ویژه و سرپرست ریاست جمهوری گفت که تمام اخبار و گمان زنی هایی که طی روزهای گذشته در خصوص مسئولیت های بعدی دکتر مخبر در رسانه ها منتشر شده نادرسته و ایشون در حال حاضر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری هیچ دغدغه‌ای به جز انجام دقیق و با قوت امور دولت 13 نداره. و این صحبت هایی بود که به نظر میرسه در خصوص دکتر مخبر منتشر شده بود و همونجور هم که توی ویدیوی گذشته بهتون گفتیم تماسی رئیس جمهور منتخب با رئیس جمهور صربستان داشت که حسابی حاشیه ساز و جالب توجه بود. و حالا در ادامه اگه اتفاق خاصی بیفته ما همچنان با شما هستیم تا پوشش کلی رو واسهتون بدیم. صحبت هایی که محمود احمدی نژاد هم از اولش اتفاق افتاد و با هم دیگه بررسی کردیم، در ادامه میخوایم بپردازیم به یکی از ویژه ترین اتفاقاتی که افتاد. صحبت هایی بود که رئیس جمهور منتخب یعنی دکتر پزشکیان روزهای گذشته مطرح کرده بود که گفته بود هیچ برتری نسبت به مردم نداره و گفته بود که من هیچ بالایی خودمو نمیبینم و به مردم چشم از بالا به پایین ندارم و هی میگویند که پروتکل ها رو رعایت کن و اینگونه بشین، اینگونه برو، اینگونه بیا که من نمیتونم. اگه بنا بود که بخورم و بدزدم تا الان میکردم. در این سن برای اطرافیانم هیچ کاری نخواهم کرد. از این نظر به مردم ایران قول میدم که پای صحبت ها و عقیده هام خواهم ایستاد و مطمئن باشید که زد و بند نخواهم کرد. خدمتگزار و خاک پای همه مردم ایران هستم و حرفهایی که به شما زدم برای گرفتن رأی و پست